مرکزشون کشف پولش هم بفروشن اینا رو بخش از اموال اون سندا رو ببینید اینا همش این اموال شده از منازل از جایگاه آره. با اقدامات و اشراف اطلاعاتی و فرایند پیچیده کاملا اطلاعاتی پلیس آگاهی تهران بزرگ همکاران من موفق شدن بعد از 14 روز اقدامات شبانه روزی و بیوقفه باند سارقین مسلحی رو دستگیر کنن که اموالی که مشاهده می‌فرمایید تنها بخشی از اموال کشف شده هستش. این اسنادی که ملاحظه می‌فرمایید از منازل شهروندان تهرانی به سرقت رفته و بعضی از اینها در سرقت‌های بعدیشون مورد جلب و استفاده از سند مجبور قرار می‌گیرن. همچنین ملاحظه می‌فرمایید اموالی هم که هستش گوشی‌های تلفن همراهشون، مدارکی که هستش، لوازم جواهرات، ساعات. این اموال به قول معروف حالا عتیقه هستش، کلاه خودی ازش معروف، دوره اشکانی هستش به قول معروف، سیمریزش، آلات باز کردن قفل ها هستش، قیشی قفل و دیلم هستش که برای مغازه ها و منازل و درهای ضد سرقت هم با همین باز میکنن. این میخایی که ملاحظه میفرمایید برای استفاده در سرقت‌هاش استفاده می‌کردن و وقتی پلیس یا مأمورین انتظامی ما باشون برخورد می‌کردن اینا رو جلوی ماشینا می‌انداختن که بتونن از دست پلیس فرار کنن. این دستگاه هک ریموت هستش. با این دستگاه می‌رفتن جاهایی که به قول معروف مد نظرش بود سرقت انجام بدن، فرکانس ریموت رو هک می‌کردن و روی ریموت‌های خام پیاده می‌کردن و می‌تونستن به صورت خیلی راحت و ماهرانه وارد منازل بشن. به قول یکی از اساتید فن قفل می‌گفت هیچ قفلی جلوی سارق رو نمی‌گیره، برای که در کارش ایجاد تأخیر می‌کنه. شهروندان باید به این موضوع توجه داشته باشن. انواع شاکلید هستش که ملاحظه می‌فرمایید کاملاً حرفه‌ای برای به قول معروف باز کردن مغزی قفل‌های سویچی دربای ضد سرقتی که اصطلاحاً بهش میگن ضد سرقت، واقعاً ایمنی 100% نداره. شهروندان باید به این موضوعات هم توجه داشته باشن. پلاک‌های جعلی، پلاک‌هایی که سرقت می‌کردن در سرقت‌ها روی ماشین‌هایی که می‌رفتن در صحنه‌ها به خاطر اینکه شناسایی نشن استفاده می‌کردن. و اینم آلات و ادوات و ابزار و مهمات جنگی هستش که در سرقت‌ها ازش استفاده می‌کردن برای مقابله با پلیس. پلاک جعلی نیستش. این پلاک‌ها سرقتیه. من خواهشم از کسایی که خودرو دارن پلاکاشون سرقت میشه، به مز این که پلاکاشون سرقت میشه صریحاً به پلیس مراجعه بکنن، اعلام سرقت بکنن که اگر این روی خودرویی بود و باش سرقت شد دیگه اون اتهام از اون برادری که یا اون خواهری که پلاکی سرقت شده رفع بشه که بتونیم ما اقدامات بعدی رو بکنیم. این رو حتماً یک تذکریه که احتمال نظر من اینه که همه بتونن به این آموزش این رو سینه به سینه بدیم و توجه بکنیم.